زندگی به این کیفیت احساس خلع، احساس کمبود هر چی تنها دار باشم من احساس خرمی و خوشور حاصل کنم. سلام، خوش اومدید به قسمت 16 از پادکست 8 کتاب سهراب سپهری. در این قسمت شعر به باغ همسفران از کتاب حجم سبز که برای اولین بار در سال 1346 به چاپ رسیده رو میخونیم. شنافن مرا شنافی تو خودم شنافی تو صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید. صدا کن مرا، صدای تو خوب است. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. و خاصیت عشق این است. کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک‌های فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن و یک بار هم در بیابان کاشان هوا عرق شد و باران تندی گرفت و سرزر شد. آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قهر می ترسم. بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشم چراگاه جر سقیل است. مرا باز کن مثل یک در بروی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد. مرا خواب کن زیر یک شاخ دور از شب استکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. و آن وقت حکایت کن از بوم هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و ترد.